Bismillahirrahmanirrahim. دوستان سلام، ادامه درسمون. صفحه 49 فعالیت. صفحه 49 فعالیت. خب فعالیت رو ببینید. آقا گفته پیش از این دیدیم که اگر نقطه روی خط بازتاب باشد تصویر آن بر خودش منطبق می شود. ما قبلا اگر یک خط داشتیم مثل خط دلتا، یک خط هم مانند خط دی داشتیم که حالا این خط دیمون با خط دلتامون در نقطه مانند آ متقاطع بود، اگر ما بازتاب دی رو میخواستیم نسبت به این به دست بریم از هر نقطه عمود میکردیم به اندازه خودش امتداد میدادیم، مثلا یه چنین خطی پدید میدیم. این خط دی پریم میشد تصویر خط دی تحت بازتاب نسبت به خط دلتا. حالا توی این نقطه تقاطع تصویرش خودش در میمده، خود نقطه آپرین در میمده، ولی مثلا اگر ما یه نقطه بی اینجا داشتیم تصویرشو که میخواستیم پیدا کنیم بعد عمود میکردیم بعد خوش امتداد میدادیم، این نقطه میشده نقطه بی پرین ما، یعنی میشد تصویره. حالا اینجا داره این مطلب رو میگه. پیش از این دیدیم که اگر نقطه روی خط بازتاب باشد دلتا خط بازتاب، گوش بده سوال بی خودی نپرس. پیش از این دیدیم که اگر نقطه روی خط بازتاب باشد، اینا این نقطه روی این خط بازتاب، تصویرش بر خودش منطبق می شود، تصویر آ خود آپرین می شود. به عبارتی آپرین که همان آ است و داریم، حالا اگر تبدیل رو بخوایم با اس نشون بدیم، تبدیل آ تحت این بازتاب یا این تبدیل که داریم اس، نقطه آپرین میشه که اینجا آپرین و آ خودشون با هم یکی هستن. چنین وضعیتی داریم، یعنی آ به خود نقطه آ فرستاده شده. این نقاط رو نقاط چی میگفتیم؟ نقطه ثابت میگفتیم. این نقطه رو نقطه ثابت میگفتیم. پس اون جا خالی رو باید بنویسید ثابت، نقطه ثابت میگیم، ولی نقطه ثابت تبدیل. اما برخی از تبدیل ها هر نقطه صفحه را بر خود آن نقطه نظیر میکنن، یعنی حالا ما یه تبدیلی میخوایم که مثلا نقطه رو به خودش ببره، همه نقاط شکلمون رو به خود همون نقاط ببره، چنین تبدیل هایی رو بهش میگیم تبدیل همانی. تبدیل همانی یعنی هر نقطه به خودش فرستاده بشه میگیم تبدیل همانی. مثلا فرض کنید ما یه شکل داشته باشیم، حالا مثلا یه پاره خط یا یک مثلث، مثلا یه مثلث داشته باشیم، این مثلث ABC رو
بخوایم به این نقطه مثلا او مثلا دوران 360 درجه ای بدیم، دوران 360 درجه. خب باید از B به O وصل کنیم، از B به O وصل کنیم، اینو به اندازه 360 درجه بچرخونیمش. خب 360 درجه بچرخونیم یاد کجا قرار میگیره؟ او خود نقطه B قرار میگیره دیگه. بله، نقطه C رو به O وصل کنیم، این او سی رو به اندازه 360 درجه بچرخونیم، 360 درجه بچرخه، بازم نقطه سی میاد در سیپرین قرار میگیره. آمون هم دوباره همینجور، اگر از آ به او وصل کنیم و 360 درجه بچرخونیم، آ هم بر آ قرار میگیره. همه این نقاط اینجا هم دوباره بر خودشون قرار میگیرن، یعنی هر نقطه مثلا نقطه ام ما در نظر بگیریم 360 درجه بچرخونیمش، باز اممون بر خودش منطبق میشه، یعنی ام و ام پریممون یکی میشن. عزیز من دارم میگم 360 درجه، 360 درجه کامل میچرخونیم بر خودش قرار میگیره. کدوم مثلث؟ اینا که دارم میگم از B به O وصل میکنیم، این B رو داریم 360 درجه میچرخونیم میاد بر B پری. اینجا مثلث نیست که اینا. پس الان تو این مثالی که ما زدیم، این دوران 360 درجه یک تبدیل همانی میشه، یعنی خودشو داره دوباره به خودش میفرسته. درست شد؟ خب صفر هم بر خودش منطبق. اگر مثلا یه خط داشته باشیم مرکز، یا یک پاره خط داشته باشیم مرکزمون بخواد وسط قرار بگیره، وسط پاره خط باشه، با 180 هم میتونیم این کارو بکنیم. نگاه کنید، فرض کنیم ما این پاره خط آبی رو داریم، این نقطه او هم نقطه وسطمون باشه. حالا پاره خط بر خودش قرار میگیره با 180 درجه، ولی آمون میفته اینور، بیمون میفته اینور، تبدیل همانی نمیگیم، چون با 180 آ اومده اینجا، با 180 بیمون اومده اینجا، همانی نیست. ولی اگر مثلا ما 360 درجه اینو دوران بدیم، الان این آ رو شما بعد از 360 درجه بخواید بچرخونیدش، بچرخونیدش میاد بر خود آ قرار میگیره. نقطه B دوباره همینجور، هر نقطه اینجا همینجوره، این بعد از 360 درجه بچرخه میاد رو خودش قرار میگیره. پس بنابراین با 360 درجه یا با صفر، دوران صفر درجه یعنی اصلا دورانی نکنه، خب بر خودش منطبق میشه. چنین تبدیلی که هر نقطه رو به خودش تبدیل میکنه، این تبدیل رو بهش میگیم تبدیل همانی. معمولا تبدیل همانی رو با آی نشون میدن، همون میشه. نه نه، داریم اسم گذاری میکنیم. مثلا مگه شما تابع رو تعریف نمی‌کنید؟ بله، تابع رو تعریف می‌کنید، بعد یه تابع همانی هم داریم، یعنی یه حالت خاصی از اون رو داری تعریف می‌کنید. تابع همانی، تابع همانی اینه که x رو اگر بدید 2 وایش هم میشه 2، x رو بدید منهای 1 وایش هم میشه منهای 1، بدید 7 میشه 7، اینجوریه. حالا برای تبدیلمون هم همینه، هر آی که بدیم جواب آ رو به ما میده، اینو بهش میگیم تبدیل همانی. 180 درجه پاره خط آبی رو بر خودش منطبق میکنه، ولی نقطه آ بر آ قرار نمیگیره، آ میاد این و B میاد این و، یعنی تبدیلش یه تبدیل همانی نیست، ولی شکلش بر خودش منطبق شده. ما تو تبدیل همانی ها میگیم هر نقطه به خودش برسه، تبدیل یافته هر نقطه خود اون نقطه. ۳۶۳ والا برای دوران ما گفتیم. حالا اینو دارم به عنوان مثال میگم که با مطلبی که گفته تبدیل همانی آشنا بشه. حالا بعد خودش میاد برای تجانس هم میگه، برای انتقال هم میگه. تعریف: تبدیل تی را تبدیل همانی گوییم هرگاه به ازای هر نقطه آ از صفحه پی داشته باشیم
تبدیل یافته آ بشه خود نقطه آ تی آ مساوی بشه با آ. مثل همین تابع اف ایکس مساوی با ایکس، اینجا هم میگیم تی آ بشه خود آ. بعد نه نه هر نقطه به خودش، تی بی اون هم بشه بی. اینجور معمولا تبدیل های همانی رو با آی نمایش میدیم، می نویسیم آی آ مساوی با آ. دقت کنید در باستاب به جز نقاط که روی خط باستاب قرار دارن، تصویر هر نقطه مثل آ نقطه مثل آفرین است که در طرف دیگر خط باستاب قرار دارد. بنابراین باستاب هیچگاه تبدیل همانی نیست. ببینید وقتی ما یک محور باستاب داریم، مثلا این خط دلتا، این محور باستاب، یه خط متقاطع با اینم داریم، مثلا فرض کنیم اینم خط دیمونه. حالا اگر ما باستاب اینو تحت این بخوایم به دست بیاریم چی میشه؟ خب باید از هر نقطه عمود کنم به اندازه خودش ادامه بدم دیگه، اینجوری به دست میاد، یه خط به این شکل در میاد، یه خط اینجوری در میاد. میگه بجز این نقطه آ که روی خود محور باستاب قرار داره، بجز این نقطه آ که تصویرش یا باستابش میشه آپرین، بقیه نقاط دیگه اینجوری نیستن. مثلا برای نقطه B برای نقطه بیمون تصویرش این نقطه بی پریم اینجا رو داره به ما میده که دیگه بر هم منطبق نیستن، فقط نقطه آست که باستابش تحت این محور تحت این خط خود نقطه آپرین شده، یعنی آپرین و آ اینجا یکی هست ولی بقیه دیگه یکی نیستن. خب داریم میگیم نمیشن دیگه، ما هم داریم میگیم نمیشن. چی باشه؟ شکل. آه. باشه. هر چی باشه. 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 خب فقط برای یه نقطه شده، نه دیگه برای خطمون، برای پاره خطمون، برای شکلمون. یعنی در حالت کلی نیست. این که گفته هیچ وقت نمیتونه باشه، برای حالت کلیش نمیتونه باشه. حالا بررسی میکنیم. میگه ببینیم کدوماشون این شرایط رو دارن، میگیم هست. چی باشه؟ آره دیگه، اگر خط روی خود محور قرار بگیره میگه حالت خاصش میتونه باشه، هر نقطه باستابش خودش در میاد، یعنی اگر این محور باستابون باشه خط دیمون هم بخواد دقیقا روی این قرار بگیره، خب برای همه نقاط باستابشون خودشون در میاد، پس اون موقع هست، ولی در حالت کلی نیست. این که داره میگه برای حالت کلیش میگه برقرار نیست. حالا بهترین بود که دقیقتر میگفتم بنابراین در حالت کلی باستاب هیچگاه تبدیل همانی نیست، در حالت کلی ولی یا کلمه هیچگاهشو برمیداشت، میگفت بنابراین باستاب تبدیل همانی نیست مگر در حالتهای خاص. این کلمه هیچگاهش دیگه خوب نیست. الف، حالا داره این سوال از ما میپرسه در چه شرایطی انتقال، دوران و تجانس میتواند تبدیل همانی باشد. حالا اول تجانس رو بگیم که راحت تره. چه موقع مجانس یک شکل خودش میشه؟ مجانس و تجانس رو یادونه؟ آفرین، کامون یک باشه. ما مثلا یه شکل اینجوری داشتیم، یه شکل اینجوری داشتیم، آ بی سی، یه نقطه هم داشتیم مثلا نقطه او. بعد که میخواستیم مجانسش رو رسم کنیم گفتیم از هر نقطه بیایم به او وصل کنیم و ادامه بدیم، از او به بی وصل کنیم و ادامه بدیم، از او به سی وصل کنیم و ادامه بدیم. مثلا فرض کنید کامون دو بود، اگر کامون دو بود من باید نقطه آپرین رو اینجا جوری انتخاب میکردم، نقطه آپرین رو جوری انتخاب میکردم که او آپرین به او آمون بشه دو، یعنی باید این تیکه با این تیکه برابر در میاد، دوباره او بیمون باید با او بی پرینمون برابر در میاد، مثلا اینجا دوباره برای سی پرینمون هم همینجور،
مثلا سیپتونون ایجاد میشد. در این حالت شکلی که ایجاد میشد، حالا ما دقیق نکشیدیم، این از نظر ازلا ازلاش دو برابر این میشد، یعنی آپرین بیپرین دو برابر آبی، آپرین سیپرین دو برابر آسی، بیپرین سیپرین هم دو برابر بیست، که البته موازی بودنشون هم که گفته بودیم. اینا دیگه این نسبتش با این برابر این دوتا پاره خط، پس نسبت این به این میشه دو به یک. حالا اگر کامون یک باشه چی؟ اگر این بخواد یک باشه به جایی که دو باشه، بخواد یک باشه، او آپرین به او آ بخواد یک باشه، خب میشه او آ مساویس با او آپرین، او آ و او آپرین برابر باشه، پس آپرین دوباره همینجا قرار میگیره، او بی و او بی پرین باید با هم برابر بشن، بر هم منطبق بشن، بی پرین همینجا میشه، دوباره سی پرین اینجا میشه، یه نقطه ماننده ام بگیریم دوباره خودش اینجا قرار میگیره. پس اگر کامون یک باشه تجانسمون یک تبدیل همانه میشه، این برای تجانس. موازی بودن زوایای برابر رو نتیجه میده برای، چون مثلا فرض کن شما دوتا داری که دو به دو با هم موازی هست، میگی این با این موازیه، این هم خط مورب، پس این زاویه با این زاویه برابر، این با این طبق موازی و مورب زوایشون برابر میشه. خب پس برای تجانس گفتیم اگر کامون یک باشه. برای دوران چه موقع؟ 360 باشه. اگر ما زاویه دورانمون 360 درجه بشه، هر نقطه بر خودش داره منطبق میشه، صفر هم میشه. انتظار الان اینجا مثلا ما تو حالت کلی که نمیتونیم بگیم نه دیگه، من همینو گفتم، این گفته در چه شرایطی این تبدیل همانی میشه، یعنی همیشه در حالت کلی نیست. نه، داریم تبدیل همانی رو تعریف میکنیم، بگیم اگر همه نقاط صفحه به همون خود همون نقاط منتقل بشه، اینو بهش میگیم تبدیل همانی. مثال زدم، گفتم تابع همانی ها، تابع همانی، آیا همه تابعمون تابع همانیه؟ نه، میگیم تابعی که ایکس و وایش همیشه با هم برابر در میاد بهش میگیم تابع هم. خب دوران پس زاویه‌مون صفر باشه یا 360 باشه. انتقال، من میخوام این شکل رو با یه برداری بر خودش قرار بدم. ببین قبلا انتقال رو اینجوری گفتیم، مثلا فرض کنید ما این شکل رو داریم، حالا ما برای راحتی کار داریم مثلث میکشیم، هر شکل دیگری هم میتونه باشه، این هم مثلا بردار انتقالمونه، این بردار انتقالمون باشه، ما باید از آ موازی همجهت با این بکشیم، روی این هم اندازه با این بردار باید جدا کنیم، یعنی نقطه آمون میاد اینجا نقطه آپرین، دوباره برای بیمون هم همینجور هم اندازه با این میاد جلو، این میشه نقطه بیپرینیم، برای سی هم دوباره همینجور موازی با این بکشیم، هم اندازه با این میاد جلو، میشه نقطه سی پرینیم. خب حالا اون حالت خاصه دیگه، ما داریم در صفحه میگیم. حالا این هم مثلا میگیم به فرض سه واید اومده این و دو واید رفته بالا، پس این هم ما سه واید میریم این طرف، دو واید میریم بالا، همون میشه دیگه. وقتی من میگم موازی با این میکشیم، هم اندازش جدا میکنیم، الزاما همون وضعیت میشه. چرا میشه؟ خب حالا دیگه بعد موازی میکشیم دیگه، چرا میشه؟ در هر حال این آپرین بیپرین سیپرین میشه انتقال یافته این. الان مثلا فرض کنید ما این شکلمونه، اینم بردار انتقالمونه، همه این نقاط مثل این بردار که این نقطه شروعشه این پایانشه، اینقدر انتقال پیدا میکنه، یعنی اینجوری میاد پایین، این انتقاله، جا به جایی رو میگیم انتقال. من الان اینجا ایستادم، یه بردار مثلا دو متر موازی با این دیوار بردار انتقال باشه، از اینجا دو متر باید بیام جلوتر، همونجورم هم وایستم، حق ندارم اینجوری بشم اینجوری بشم برگردم، چون حفظ میشه زاویه دیگه، این بردار انتقاله. حالا سوال اینه چه موقع شکل آپرین بیپرین سیپرین و آبی بر هم منطبق میشن؟
طول بردار صفر باشه. اگر این طول بردارمون صفر باشه، تصویر آ پریم بی پریم سی پریم رو خود آ بی سی قرار میگیره. پس اگر برای انتقال طول بردار صفر باشه، خب در واقع انتقالی صورت نگرفته. بعد چرا دیگه بردار صفر هم داریم، چرا نداشته باشه؟ قبلا که مثلا تو راهنمایی یا تو دبستان مثلا میگفتیم این عدد پنجمونه، حالا با این بردار دو واحد میایم جلوتر، دو واحد میمدیم جلوتر میشد. بعد اگر میخواستیم بگیم پنج به علاوه دو میشه هفت، اینجوری میگفتیم. حالا پنج به علاوه صفر میشه پنج، چطوری میگفتیم؟ این به اندازه بردار صفر تغییر میکنه. این بردار صفر هم بود، یعنی میمد رو خودش، طول بردارمون صفر. آره دیگه، برای انتقال طول بردار صفر باشد، برای دوران زاویه دوران صفر یا 360 باشد، برای تجانس نسبت تجانس یعنی کامون یک باشد. درست شد آقا؟ قسمت ب، آیا تبدیل همانی؟ خب نیست که دیگه، ممکن نیست، ما میگیم بر خودش قرار میگیره. آیا تبدیل همانی طول پاس یعنی طول پاره خطا رو حفظ میکنه؟ بله دیگه، واضحه دیگه. وقتی مثلا ما مثلث ABC مون با تبدیلمون بر خودش منطبق میشه، خب مجبور همه طولا رو حفظ کنه. پس جواب بله، تبدیل همانی تبدیل طول پاس میگیم. بله، حالا مال تبدیل، حالا اومده سراغ نقطه ثابت. توضیح دهید که در هر یک از تبدیل‌های زیر آیا میتوان نقاط ثابت تبدیل داشت؟ یعنی برای اینا آیا نقطه ثابت داریم یا نداریم؟ اگر داریم مثلا با چه شرایطی؟ انتقال غیر همانی، یعنی خودشو بر خودش قرار نده. غیر از این آیا نقطه ثابت داریم؟ نه، نقطه ثابتی که نداریم، پس این نداریم. جواب میشه خیر. ببین آقا، انتقال چه موقع بر خودش قرار میگیره؟ بردار انتقالمون صفر باشه. حالا میگه همانی نباشد، غیر همانی. مثلا نگاه کن اون مثلث ABC رو با مثلث A' B' C'. میگه نقطه ثابت داره؟ نقطه ثابت چی بود؟ نقطه‌ای که تصویرش خودش بشه. الان این مثلث ABC با تصویرش A' B' C' نقطه ثابت داریم؟ نداریم. نقطه‌ای که تصویرش خودش بشه وجود نداره. دوران غیر همانی، گفتیم دوران چه موقع همانی هست؟ زاویه مون صفر یا 360 باشه. حالا میگه نه، دورانمون غیر همانی باشه. یعنی مثلا ما این نقطه آ، این هم نقطه مرکزمون، یه دوران بدیم که این دورانمون زاویه صفر و 360 نباشد. خب به اندازه زاویه آلفا ما داریم دوران میدیم، اینو به اندازه آلفا داریم میچرخونیمش، میاد این نقطه آ. آیا میتونه، میتونه نه همیشه با، آیا میتونه نقطه ثابت داشته باشه؟ اگر یکی از نقاط شکلمون مرکز دوران باشه. الان مثلا فرض کنید ما این مثلث رو داشته باشیم، این مثلث، اگر این مرکز دورانمون باشه که خب اتفاق نمیفته، این مثلا یه مثلث اینجا به ما میده به فرض، حالا بله ما اومدیم این مثلث ABC رو به اندازه آلفا طبق این مرکز دورانش دادیم، چرخوندیمش. خب در حالت کلی که نیست،
نقطه ثابت نداره چون آ اومده به آ پریم، بی اومده به بی پریم، سی اومده به سی پریم، نقطه ثابت نداره. ولی حالا اگر ما بیایم رو این شکلمون مرکز دورانمون بخواد یه نقطه از شکل باشه، اگر همون نقطه از شکل رو در نظر بگیریم اون نقطه ثابت به ما میده. مثلا ما این مثلث رو داریم، بگن به مرکز آ، به مرکز آ دوران مثلا 90 درجه. خب من این نقطه آ رو که به خودش وصل کنم باید 90 درجه بچرخونمش، خود نقطه آ پریم میشه دیگه. بی رو به آ وصل کنیم به اندازه 90 درجه بچرخونمش، بیاد اینجا قرار میگیره. سی رو به آ وصل کنیم به اندازه 90 درجه بچرخونمش، مثلا میاد اینجا قرار میگیره. مثلثمون این میشه. به چه شرطی؟ یه نقطه از شکل باشه. پس اگر مرکز دوران یه نقطه از شکل باشه همون نقطه میشه نقطه ثابت برادر. شکلمون یه نقطه باشه. خب حالا ما میگیم نقطه از شکل باشه، اون موقع شکلمون فقط یه نقطه بوده، فقط همون یه نقطه شد. پس میگیم اگر مرکز دوران نقطه از شکل باشه، اگر مرکز دوران نقطه از شکل باشه، چی باشه؟ فقط نقطه آس، همون نقطه مرکز که خود مال شکله، همون فقط نقطه ثابته، نه همه نقاط. بله بله، مثلا شما زاویه 100 درجه بگیر که دیگه حالا احساس نکنی که رو خودش قرار میگیره. بعدم حالا این نقطه اینجا انتقال پیدا میکنه میاد اینجا، رو خودش قرار نگرفته. این نقطه بیمون اومده اینجا شده، این بی و بی پریم برهم منطبق نیست. یه نقطه شما اینجا میگیرید دوران پیدا میکنه میاد اینجا، بر خودش منطبق نیست، فقط نقطه آست که دورانش بر خودش منطبقه. درست آقا؟ تجانس غیر همانی. مرکز تجانس بعد. اگر کار رو منهای یک بگیریم و مرکز تجانس بخواد یکی از نقاط شکل اون باشه، مثلا حالا باز رو همین مثلث بخوایم بگیم، عزیز ما اصلا کاری نداریم کوچیک و بزرگیش، که نقطش خودش در بیاد. اگر مرکز رو مرکز تجانس رو یه نقطه از خودش بگیریم، کامون بخواد دو باشه چطوری امکان داره؟ امکان نداره. فقط همون نقطه میتونه، نه کامون دیگه نمیتونه باشه، کامون اوور میشه. بله چون گفته غیر همانی باشه، ما یک رو نمیتونیم انتخاب کنیم، پس فقط منهای یک رو میتونیم. مثلا این مثلثمونه، مثلث آ بی سی، ما نقطه اومونه همین نقطه آ بگیریم، کامون رو منهای یک بگیریم. خب از سی به مرکز وصل کنیم به اندازه منهای یک امتداد میدیم، یعنی به اندازه یک واحد که این بشه صفری. از بی به او وصل کنیم به اندازه منهای یک امتداد بدیم، یعنی هم اندازه با خودش بشه نقطه بی پین. آ رو به خودش وصل کنیم، طول فاصله آ تا آ میشه صفر، بخوایم به اندازه خودش امتداد بدیم میشه صفر. اینجا نقطه آ پریم بر خودش قرار میگیره، یعنی مثلا این مثلث الان به ما داده، این مثلث آ پرین بی پرین سی پرین مجانس این مثلثمونه با این مرکز و کا مساوی با منهای یک. پس اگر مرکز تجانس یه نقطه از شکلمون باشه و کامون بخواد چی باشه؟ منفی یک باشه، کامون باید منفی یک باشه. بله
آره دیگه اون نقطه میشه. نه دیگه همون نقطه تجانسش خودش میشه. گفتن دیگه مرکز تجانس نقطه از شکل باشد، نقطه از شکل باشد و کامون هم مساوی با منهای یک. کار در کلاس دارید می‌نویسید؟ صفحه چنده؟ 50. صفحه 50 کار در کلاس. بچه‌ها ستونی کار کنید. می‌خوام ببینیم کدومشون هست کدوم نیست. طول پاره خط رو حفظ می‌کنند، یعنی طول پا باشه یا ایزومتری باشه. آیا بازتاب طول رو حفظ می‌کنه؟ بله. انتقال طول رو حفظ می‌کنه؟ بله. دوران طول رو حفظ میکنه؟ بله. تجانس در حالت کلی حفظ نمیکنه. اینا داریم میگیم در حالت کلی داریم بررسی. همجور که گفتیم مثلا کار رو دو بگیری طول پاره خطا حفظ نمیشه. اندازه زاویه باستا بله حفظ میکنه. انتقال حفظ میکنه. دوران حفظ میکنه. تجانس حفظ میکنه. پس همش درست شد. شیب خط بچه ببینید زاویه که میگه با شیب خط که داره میگه با هم فرق میکنه دو. ببینید مثلا فرض کنید ما برای بازتاب که داریم میگیم بله برای بازتاب که داریم میگیم فرض کنید ما این شکل رو داریم، اینم خط توارن میده، خط باستاب میده، خط دلتا خط باستاب باشه. باستاب اینه که پیدا میکنی باستاب اینو پیدا کنی باستاب اینو به دست بیاری. اصلا این باستاب این شد، درسته؟ زاویه که میگیم حفظ میکنه یعنی این زاویه اینجا، این زاویه داخلی با این زاویه داخلی با هم برابره. ولی آیا شیبی که این خط آبی داره با افق میسازه با شیبی که این قرمز میسازه یکی هن؟ نه. یعنی الان زاویه که داره با افق میسازه ببین این محور اکسامون، زاویه که این داره میسازه اینه، شیبش منفیه، در حالی که این قرمزه را اگر ما در نظر بگیریم زاویه که میسازه اینه. پس شیب خط رو حفظ نمی کنه ولی زاویه داخلی شکل رو داره حفظ میکنه. مقادیرشون قرینه هم زاویه شون مکمل در میاد. مثلا این 60 درجه است، این 120 درجه است. بعد تانژانت 60 میشه رادیکال 3، 120 میشه منهای رادیکال 3. عدداش قرینه دار. خب پس داشتیم شیب خط رو میگفتیم، بازتاب شیب خط رو حفظ نمی کنیم. انتقال چی؟ حفظ میکنه. انتقال حفظ میکنه. دوران شیب رو حفظ نمی کنه. بازم داریم میگیم در حالت خاص
مثل 360 یا 0 رو ما کاری نداریم، داریم حالت کلی رو میگیم. مثلا دوران 30 درجه بفرض. تجانس چی؟ حفظ میکنن چون موازی در میاد. جهت شکل، تو این جهت که میگیم شیوه خوندن شکلمونو که میتابیم ببینیم ساعت گرد میشه یا بر خلافمون پاد ساعت گرد. الان مثلا رو اینجا ما آ بی سی رو که میخوایم بخونیم داریم اینجوری حرکت میکنیم، درسته؟ آ بی سی. حالا این میشه آپرینمون، این میشه بیپرینمون، این میشه سیپرین. حالا مثلا برای باستاب دارم میگم این آپرین بیپرین سیپرینمون داره اینجوری در میاد، برعکس اون در میاد دیگه، نه؟ پس جهت شکل در باستاب حفظ نمیشه، نادرست اولی. انتقال چی؟ بله جهت رو حفظ میکنه. دوران، دوران حفظ میکنه، دوران حفظ میکنه. ببین آقا مثلا فرضون ما این مثلث رو دارید، بله جهت نامگذاری شکل رو داریم میگه. مثلا هم نقطه اومون باشه، فرض کنید به اندازه مثلا 30 درجه ما میخواییم دوران بدیم، این نقطه آپرینمون میاد اینجا قرار میگیره، حالا هم اندازهش. بعد اینم که به این وصل کنیم به اندازه 30 درجه دوران بدیم، مثلا بیاد اینجا قرار بگیره، الان این 30 درجه میاد. بعد کشیدم این بند 30 درجه مثلا دوران کنه بیاد اینجا بیپرین، اینم بند 30 درجه دوران کنه بیاد مثلا اینجا سیفر، اینجوری بشه. بله تا شکل بعد کشیده. بله حالا تقریبا این بچه این آره این مثلا مثلثمون اینجوری باشه، این مثلثمونه. خب حالا یه نقطه هم داریم مثلا این هم نقطه اومونه، همه اینا رو داریم بعد 30 درجه چرخشش میدیم، 30 درجه میاد اینجا میشه، جهت نامگذاری همون میشه. الان رو همینی که من نوشتم اگر دقت کنید اینجا آ بی سی مون داره اینجوری میشه، آپرین بی پرینسیپین مون هم همینجوری. پس تو دوران جهت شکل حفظ میشه. زمان ما کاری به شکل نداریم که برعکس میشه یا نمیشه، ما جهت نامگذاری شکل میشه. الان میشه دیگه، چرا میشه؟ ببین تو این شکل A B C رو در نظر بگیر، از A بیم به B، بیم به C، چطوری داریم حرکت میکنیم؟ از A به چرخ بیا به B، بیا به C، داریم اینجوری حرکت میکنیم دیگه. حالا از آپریم بیا به بیپریم، بعد بیا به سیفر. خب به نظرت حفظ نمی کنه؟ حفظ میکنه. بیم فلش هایی که من زدم اینجوری، این خطای خمیده ای که جهت دارش کردم، اونو که گفتیم حفظ نمی کنه. سوالی نیست، بریم. انتظاری دو سال پیرمون کردی ها. خب بیاین مساحتش چیو؟ تجانس رو نگفتیم. تجانس جهت شکل رو حفظ میکنه یا نه؟ بله. برای تجانس هم مثال بزنیم. حالا ما کار رو مثبت بگیریم، بزرگتر از یکم بگیریم، مثلا یه شکل اینجوری بمونه،
این شکل A B C A پرین B پرین C پرین. علی جهت نامگذاری، جهت حرکت از A به طرف B به طرف C اینجوریه دیگه نه؟ از A به طرف B به طرف C اینجوریه A B C. حالا برای اینم A پرین B پرین C پرین همینه جهتش، پس میگیم جهت رو حفظ میکنه. مساحت کلن حفظ میکنه، کاری به عددش نداریم، در حالت کلی داریم. منفیش هم باشه بله، منفیش هم نگاه کنید. حالا پرسیدم برای منفیش هم نگاه. مثلا به فرضیم باشه A پرین B پرین C پرین، C پرین اینجا قرار میگه، حالا شکل دقیق نکشید، جهتش رو میخواییم بگیم. A B C اینه، A پرین B پرین C پرین هم همینه دیگه نه؟ A پرین B پرین C پرین ببینید جهتش یک. چه کا مثبت باشه، چه منفی باشه، چه کوچکتر از یک، چه بزرگتر از یک، هر جوری باشه حفظ، در حالت کلی حفظ. مساحت تو باستاب بله حفظ میشه، تو انتقال حفظ میشه، تو دوران بله حفظ میشه، تجانس در حالت کلی حفظ نمیشه، تجانس در حالت کلی حفظ نمیشه. شما چند تا تمرین دارید این صفحه؟ خب من خوش به حالم، من دوتا دارم، کتابم دوتا دارم، کتاب رو عوض به زرده میشه که بعد من سوال از اون کتاب بدم شما ندارید. خب پس این چهار تا تمرین رو برای فردا حل کنید، فردا با هم داریم دیگه بعد، یعنی امروز حل کنید امشب بفرستید. چهار تا سوال خیلی هم نیست، اینجوری نگاه نکنید. نه حالا درسمون رو دنبال کنید. کاربردهای تبدیل ها، کاربرد تبدیل اصلا بچه یه سری تصاویر زده، حالا نقشای بیشتری هم بود، مثلا مال این نقش قالیا رو اگر نگاه کنید میبینید اون طراحیه داره همجور تکرار میشه، یا مال گنبدا رو اگر نگاه کنید، کاشیکاری مال بعضی از مساجد رو اگر نگاه کنید میبینید مثلا کاشی که اینجاست بعد یه مدت دیگه تکرار شده، دوباره تکرار شده. یا فرض کنید رو گنبدا اگر نگاه کنید میبینید تجانس صورت گرفته، مثلا فرض کنید اون گنبد و اون سقف بالای بالاش نقطه مرکزش، مثلا فرض کنیم یه مثلثی، حالا فرض کنید اینجوری داریم، بعد این مرکز تجانس پیدا کرده اومده این طرف، همون اومده بزرگترش شده، بعد اینجا بزرگترش شده، اینجا بزرگترش شده، به این شکل یه همچین نقشی، بعد دوباره اومده اینجا مثلا بیشتر شده، متوجهید؟ یه حالت تجانس پیدا کرده. اگر سقف مسجد رو نگاه کنید می‌بینید اون حرکت تکراری دیده. حالا اینجا فقط مال این شکلای خطاطی ها رو کشیده. این موارد از این کاربردهای مال تبدیلات هندسیه که داریم به کار می‌بریم. یا مثلا در فیزیک آینه تخت کار باستاب رو داره انجام میده. آینه تخت کار باستاب رو انجام میده. یه سطح آب که راکت باشه، همین هنر اسوانی هست دیگه، 20 ستون میسازن، یه سخرم جلوش میسازن، پاره آبش میگن 40 ستون، 20 ستون بیشتر نداره، 20 هم عکسش میافته اونجا میگن 40 ستون، اینجوری. یا خود 33 پل همینجوره دیگه، شما یکی این دهان پلا را اگر نگاه کنید دقیقا همین بعدش تکرار شده، دوباره این دوباره تکرار شده، یعنی مثل اینه که ما این اومدیم انتقال دادیم دیگه. بله اینا موارد استفادهیه که ما از تبدیلات هندسی داریم. حالا یه مورد مثال زده، آره آبا این چهل ستون کجاست؟ این راحت همین میگفت که میگفت یه اسوانی ها یه جاده خاکی خشک، یه جاده خاکی خشک وسط شهرشون دارن،
بهش میگن زاینده رود. تیکتی که هم تابلو زدن شنا کردن ممنون. خب این مثال رو ببینید، گفته میخواییم یه کیکی به این شکل رو به طور مساوی بین دو نفر تقسیم کنیم. خب معلومه اون قسمت مربعیه رو برادره میخوره، اون قسمت کوچکه رو میده خواهرش. بعد هم که داد خواهرش میگه آجی یه قد شده، یه تیکه هم از اون هم میخوره تا قسمت مساوی تبدیل شده باشه. خب حالا اینو میخواییم به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم، ما از تقارن استفاده میکنیم. اگر شکلمون قابل تبدیل به دو یا چند شکل با مرکز تقارن باشه میتونیم این کار انجام بدیم. الان مثلا شکلی که کشیده برامون یه مربع مثلا اینجا قرار گرفته، یه قسمت هلالی هم اینجا قرار گرفته. اسمش داریم از باستا با همون قرینه یکیه دیگه. وقتی میگیم اینا نسبت به این قرینه میکنیم یعنی باستا بشون یکیه، هم قرینه بش میگن هم باستا. حالا اونو مثلا فارسیش کردن. خب اگر ما اینو بخوایم به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم، خب مربعه رو کافیه به دو قسمت حالا اگر مربع یا مستطیل باشه به دو قسمت مساوی تقسیمش کنیم، مثلا اینجوری یا اینجوری. بعد اون قسمت هلالی هم دوباره به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم، این و یه تیکه از این سهم یه نفر، مثلا این یک و یک، این هم دو بریم. از یک ها یه دونش رو برمیداره، از دو هم یه دونش رو برمیداره، برای اون هم همین میشه به دو قسمت مساوی تقسیم میشه. این تقسیم کردن ها بعض وقتا مثل اون شعر مال عطار فکر کنم گفته، یه شعر داره شعر قشنگ بیاد ارث و میراث رو میخواد برادر و خواهری تقسیم کنن، بعد خونه رو میخواد تقسیم کنه، میگه از کف تا به سقف از برای من، از سقف تا به ثریا برای تو. خونه رو داره تقسیم کنه، میگه اون اسب چموش پدر از برای من، اون گربه ملوس پدر از برای تو. اینجوری الان داره تقسیم میکنه، این هم همین تقسیم کردن همون اینجوری میشه. آره. میگه اینا که جمعشون پنج بشه برا من، بقیش هم برا تو. جمعشون پنج بشه اینا رو خودش میخوره، یه دونه از یه کارم میده به من. بله. خب یه مطلب داریم ما، مسائل همپیرامونی یا هممحیطی. کسی تسبیح یا نخ تو جیبش نداره؟ تسبیح یا نخ؟ سیم؟ سیم؟ ببینم سیم چیه؟ آره بیا. حالا یه یار کمکم میگیریم اینجا. خب اینا مثلا فرض شما بچه‌ها رو میگی آ نه فکر کنم حاضری زده باشن رفته باشن. آره 8 تا بیشتر نداریم بچه‌ها. ببینید این سیم یه محیط مخصوص به خودش داره دیگه. طول این سیم مثلا فرض کنیم 50 سانتی باشه، 40 سانتی باشه، 30 سانتی باشه. این یه محیط مخصوص به خودش داره. حالا ما با این میخواییم چارزلی درست کنیم، مثلا فرض کنیم انگوش بذاتون، مثلا ما آمدیم این چارزلی رو ساختیم. حالا ما این چارزلی رو که به فرض حالا مربع بوده میخواییم مستطیلش کنیم. دستت کوچیک کن مثل من. آیا محیط ها تغییر کرده؟ نه، محیط ها یک. حالا مثلا میخواییم متوازی الاضلاعش کنیم. اون دستت رو بیار نزدیک من مثل من، و انگوشت بیار نزدیک من. آها متوازی الاضلاع باش بسازی، چی؟ زوزنقه باش بسازی، زوزنقه باش بسازی. محیط تغییر کرده؟ نه. ولی وقتی ما داریم با همین مربع میسازی، مربع مساحتش از همه بیشتره، محیطاشون ثابت بوده و محیطاشون ثابت بوده ولی مساحت مربع از همه بیشتره. طوری نده باشه، اینا که اصلا خواب هم نیستن که.
اگه بوده حالا یکی اعتراض میکرد هادی گفته نه آقا هستیم، خب رسیدم به خیر، چرا هستیم؟ بله خب بیم مثال بزنم. چرا موقع دایره باشه بیشتر اینو داریم؟ ما داریم یه تو چهار زلی، گفتیم چهار زلی های مختلف که بسازیم، تو این چهار زلی ها مربع مساحتش از همه بیشتر. حالا این مسائل هم محیطی داره همینو میگه، یعنی مثلا محیطشون ثابت باشه ما میخوایم مساحت رو بیشتر کنیم. اومده یه شکل اینجا عنوان کرده، یه شکل کشیده، حالت ساده داره مطلب رو با این عنوان میکنه به حل میکنه. میگه ببینید مثلا این شکل کتاب، ببینید شکل شما هم با من یکیه یا نه؟ مثلا ما میخوایم با داشتن همین محیط، با داشتن همین محیط مساحتمون رو از اینی که هست بیشترش کنیم، مساحت رو از اینی که هست بیشترش کنیم، ولی محیطمون تغییر نکنه. خب اگر ما بیایم از بی به دی وصل کنیم، بله بله متوجه نشد؟ پس ما از بی به دی وصل کنیم، بازتاب سی رو نسبت به این خط بی دی به دست بیاریم، بشه مثلا نقطه سی پریم. حالا قبول طبق بازتاب چون ایزومتری یا طول پا بوده، این پاره خط با این پاره خط برابره، برابره دیگه. از سی پریم هم به دی وصل کنیم، دوباره این دی سی پریم با این دی سیه با هم برابره. پس جمع پاره خط بی سی به علاوه سی دی با جمع پاره خط بی سی پرین به علاوه سی پرین دی با هم برابر. اینا هم که در هر دوتاشون یکسان، در هر دو این پاره خط به علاوه این به علاوه یکسان. الان محیط چنزلی آ بی سی پرین دی ای با محیط آ بی سی دی ای یکیه. قبول آقا؟ قبول علی؟ محیطشون یکیه، ولی معلومه که مساحت این مشکیه، یعنی آ بی سی پریم دی ای از این قرمزه بیشتره دیگه، مگه نه؟ اینجا که زاویه باز داره میسازه برامون مهم میشه، هر جا زاویه باز بسازه میتونیم هم انجام بدیم، مثلا برای این هم میشه انجام داد. ولی زاویه کوچکتر داشته باشه میتونه. الان ما اینو اومدیم در نظر، یعنی پاره خطمون بخواد بیرون بیفته، یکی در نظر بگیم مثلا نسبت به این میتونیم انجام بدیم دیگه، نه؟ الان نگاه کنید ببین اینو که خود کتاب رسم کرده که هیچ، پاکش کنه. اجازه بدید الان بیایم نسبت به این بازتابشو به دست بریم، از ای از آ به ای عمود کنیم، به اندازه خودش ادامه بدیم، به این وصل کنیم، به این وصل کنیم تا نقطه آپریم به دست بریم. قبوله این با این برابره؟ قبوله این قسمت با این قسمت برابره؟ نه 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 یه همین نشد. اینا قرینه این هم به دست بیاریم، بله قرینه این هم به دست بیاریم، بله اینجوری بشه. بله حالا نسبت به این داریم قرینه رو به دست میاریم. الان این تیکه با این برابره، الان باید این ور بیفته، اصلا قرینه اینو بعد کشتم، باید این ور بیفته، نه قرینه اینو بخوام پیدا کنم این ور بیفته دیگه. آقا معلومه ایدیه خرابی ایدیه، آره باید یه پار خط که درسته به اندازه ایدیه باشه، ببین اینجوری بشه. الان
این قرینه سی هم پیدا میکنم میشه نقطه صفر. قرینه آ هم پیدا کردیم شدی. الان این دوتا با هم قرینن یا نه؟ این دوتا با هم مستقیم. این قرینه دی هم که خودش میشه. نه خب محیط بیشتر نکنیم، محیط هم پاییم یکی کنیم. این هم با این برابره دیگه نه؟ و نقطه یه نمیشه. باید این قسمت که اومده داخل شکل ها، اون قسمت که داخل شکل باید قرینه شد. بله بزرگتر از 180 ساخته، بیایم نسبت به اون همین دیگه داخل اومده با حسابش پیدا. اونجا دیگه نداره، این کمتر از 180 نمیشه. اگه دستش بذاریم بزرگتر میشه، کوچیکتر میشه، نه ممکنه اصلا هم مساحت نشه، ممکنه کوچیکتر ممکنه بزرگتر بشه. ولی با اینی که زاویه درونی بیش از 180 داریم میتونیم انجام بدیم. خب محیطش که برابره، مساحت اومدیم زیاد کردیم. لوزیه نه دیدی؟ پس من اون موقع گفتم اشکالی نیست، گفتی نه، حالا دوباره میپرسی. آقا از بی به سی وصل کنی، از بی به دی، از بی به دی وصل کنی، بازتاب سی رو نسبت به این پیدا کنی، میشه سیپری. حالا از بی به سیپرین وصل میکنی، از سیپرین هم به دی وصل میکنی. قبول این سی دی با این برابره؟ چون قرینه است دیگه. اندازه بی سی هم قبوله با بی سیپرین برابره؟ خب حالا فرض کن، من برای شما مثال عددی بزنم. فرض کن این مثلا باشه 4، این باشه 5، این باشه 10، این باشه 8، این باشه 3. قرمزه محیط شده 4 به علاوه 3 به علاوه 8 به علاوه 5 به علاوه 10. حالا اینو میخوام A B C پرین D E. این قسمت A B با این قسمت، با این که 1، این که 8 بوده این هم میشه 8 دیگه، این که 3 بوده این هم میشه 3. حالا من اینو پاکش میکنم. قبوله این شکلی که الان ما داریم محیطش با محیط قبلی یکیه، اما مساحتش بیشتر. سوال داره اینو میگه. خب حالا مسائل پیدا کردن کوتاه‌ترین مسیر یه کمی طول میکشه. فقط من یه پیش زمینه براتون بگم که ذهنتون مشغول باشه تا فردا، بعد فردا براتون میگم. پس ببینید ما یه سوال کاربردی می‌خوایم مطرح کنیم. مثلا اینجوری فرض کنید ما این دریاست، این هم ساحل دریاست، حالا مثلا با یه فاصله فرض کنید اینجا، حالا فرض کنید اینجا در ساحل دریا، ما میخواییم یه شیلات اینجا بزنیم، مثلا یه مرکز ماهی، مرکز ماهی فروشی اینجا بزنیم، بعد یه شهر اینجا داریم، شهر آ، یه شهر اینجا داریم، مثلا شهر بی. هر روزه باید یه تعداد از مثلا یه مرکز، یه فروشگاه، یه عامل فروش از آ بیاد به این نقطه، ماهی خرید کنه بره، از بی هم بیاد به این نقطه، ماهی خرید کنه بره. حالا اگر ما بخوایم این مسیرمون کوتاه بشه، یا مثلا یه نفر از شهر آ باید بیاد اینجا ماهی خرید کنه، این ماهی ها رو که خرید کرده ببره شهر بی تحویل بده، به فرض آ خواهد یه چنین کاری کنه، چیکار کنیم که این مسیر آ ام بی، این طول این دوتا پاره خط، این مسیر کوتاه ترین مسیر بشه، یعنی مسافتی که میخواد طی کنه کمترین باشه. این
نقطه n کجا باشه؟ اینجا باشه، اینجا باشه، اینجا باشه. کجا قرار بدیم تا m رو که این مجموع کمترین بشه؟ آره دیگه، ما این m رو نداریم. این دوتا شهر A و B معلومه، یعنی ما این حالا به عنوان یک خط در نظر میگیریم ساحل رو، این نقطه A، اینم مثلا شهر B. میام قرینه A رو نسبت به این پیدا میکنیم، میشه نقطه آپریم. از آپریم به B وصل میکنیم، هر جا اینو قطع کرد این میشه مرکز شیلات ما. بعد ثابت کنیم که این اندازه AM به علاوه MB از همه کوتاه‌تره. یعنی اگر یه نفر بگه نه آقا مرکز شیلات رو اینجا نزنیم، بیا مرکز شیلات رو اینجا بگیریم، مثلا M1 بگیریم، ثابت میکنیم که AM1 به علاوه M1B بیشتر در میاد، فاصلش بیشتره. یا مسائل از این قبیل، فرض کنید تو این بازی بیلیارد، این تختایی که اینجا هست، مثلا فرض کنید یه توپ اینجا قرار گرفته، اینجا مثلا این گلدانه که توپ گله که باید توپ بیاد اینجا بیفته. فرض کنید یه مثلا یه توپ هم به فرض بگم اینجا داشته باشه، شما یه توپ هم اینجا دارید که میخواید با اون چوب بهش ضربه بزنید، میخواد بیاید به این جوری ضربه بزنید که این مثلا بخوره به این لبه، بعد بیاد بخوره به این، این بخوره اینجا، مثلا فرض حال گودالمون این باشه، این بیاد مثلا تو گل قرار بگیره. پس ما میخواییم یه چنین کاری رو انجام بدیم. خب این باید چطوری به این ضربه بزنه؟ وقتی به این ضربه خورد مثلا کجا بخوره که بعد با حسابش به این دیواره که میخوره دوباره برمیگرده این تو گل قرار بگیره. مسائل از این قبیل. حالا میرسیم بهش و توضیح میدیم. حالا من بخوام بگم تو این جلسه مطلبم نیمه تمام نمونه، ولی میخوام بگیم یه مسائل از این قبیل، کوتاه‌ترین مسیر، یکی مثل اینا میخوایم اینا جا با تبدیل ها. آره دیگه، من که اینا رو در مقدمه شون میگم، میگم جلسه بعد میخوایم برای اینا بگیم. حالا اگر وقت شد یه تست با میکنم. پیمای صفحه برای جلسه پنجاه و پنجاه چهار تا سوال داریم برای امشب، می نویسید و می فرستید. اینا آقا نمره داره، بعد هم مستمردون صفر میشه یا کم میشه، بدون علتش چیه با ما این تکلیف هایی که بدون گفتیم انجام میدید انجام ندید تا آخر امشب. آره دیگه تکلیف هایی نالا، مثلا پارسا که گفتیم تنها هندسه رو بنویسید، مثلا اشتباه صدا رو میزدیم حل میکردید، ولی خب حالا دیگه صدا زدن هم ندید تا آخر امشب. هر بیان صفحه پنجا، بله باش، اگر فردا اینجا بود پاسید صدا رو بزنیم، نمره بزنیم، هم صدا رو میزنیم حل کنیم. فردا کسانی که حضوری اومدن اگر آمادگی داشتن بیان تمرین حل کنن، نه اینکه داوطلب بیان، صدا میزنن، مثلا فرض کن شما پنج نفر صدا میزنید. سوال تبدیل تی را در نظر بگیرید، تبدیل تی را در نظر بگیرید، سوال
در کدام حالت به ازای هر نقطه دلخواه آ در صفحه داریم باستا میشه. چرا؟ تو انتقال اگر بخوایم دوبار انتقال بدیم که خودش به دست بیاد باید طول بردار انتقالمون صفر بشه، ولی در هر حالت اینجوری نیست، یعنی اینجا الزاماً باید طول بردار صفر باشه تا تبدیلی یافته آ خود آ بشه، دوباره تبدیلی یافته آ خود آ بشه. پس در هر حالت این برقرار نیست، فقط با انتقال به طول صفر این برقرار. برای دوران با دوران صفر میشه 180 میشه 360 هم میشه. صفر که باشه که خود نقطه آ رو به ما میده، دوباره با صفر که باشه خود آ رو میده. 360 که باشه خود آ رو میده، دوباره هم خود آ رو میده. با 180 که باشه آپرین رو به ما میده، ولی دوباره آپرین با 180 برمیگرده به خوده. پس اینم برای همه دوران ها نیست، فقط برای 0 و 180 و 360 درسته. مثلا برای زاویه 30 درجه دیگه ممکنه اتفاق نیفته و نمیفته. برای تجانس فقط کامون باید یک یا منهای یک باشه تا درست در بیاد، ولی برای باستاب در حالت کلی درسته. نه همونه دیگه، آره دیگه. اگر کا یک یا منهای یک باشه انتقال، اگر طول بردار صفر باشه دوران، زاویه دوران اگر صفر درجه یا 180 درجه یا 360 درجه باشه، ولی با حساب در حالت کلی درسته. بله، از جواب گزینه 4 اون باشه. چون شما مثلا این خط دون باشه، نه مثلا شکل باستابش که بخوای پیدا کنی، دوبار که باستابش میکنی بر خودش قرار میگیره. این شکل F باستابش میشه F برین. این که F باشه باستابش میشه F برین، بعد باستاب F برین دوباره میشه F. هر وضعیتی هم میخواد داشته باشه درسته. خب خسته نباشید. Yeah, we should.
این ها دانلود نمیشه دار.